درود، شبتان بخیر. خوش آمدید به خبر امشب پنج شنبه، سوم دلو سال 1398 هجری خورشیدی که برابر می شود با 23 جنوری 2020 میلادی. سرخط خبرها. بی تأثیر خواندن توافق احتمالی دوحه بر ختم جنگ افغانستان. هیچ خارجی از منافع ما در مذاکره با طالب نمایندگی کرده نمی‌شود. روز چالش های تازه میان آمریکا و طالبان. خلیلزاد به حقیق مختنی نبشاشه بیدی. تأکید بر آوردن اصلاحات در وزارت خارجه. تصمیم آمریکا بر نصب سیستم دفاع ضد راکتی در عراق. و غیر قانونی خواندن عملکرد سرپرست وزارت تجارت از سوی مجلس. خوش آمدید. امرالله صالح، معاون نخست دسته انتخاباتی دولتساز، میگوید که هیچ کشور خارجی نمیتواند توافق خود را بالای مردم افغانستان تحمیل کند. آقای صالح تاکید میورزد که مردم افغانستان با طالبان مشکل بنیادی دارند و هر گونه توافق آمریکا با این گروه به معنای ختم جنگ در افغانستان نخواهد بود. امرالله صالح میافزاید که هر گونه تفاهم با طالبان باید از سوی لویه جرگه و شورای ملی تایید و یا رد شود. اما نماینده ملکی ناتو در افغانستان با پشتیبانی از گفتگوهای آمریکا و طالبان در دوحه میگوید که این گفتگوها راهی برای ختم جنگ و خروج نیروهای خارجی از افغانستان است. از سوی هم یافته های تازه اینستیتوت جنگ و صلح افغانستان نشان میدهد که 80% از شهروندان کشور خواهان پایان جنگ از راه سیاسی هستند. همزمان با خوشبینی ها از دست یافتن آمریکا و طالبان به یک توافق صلح، اینجا امرالله صالح، معاون نخست اشرف غنی در انتخابات ریاست جمهوری، میگوید که هر گونه توافق صلح میان آمریکا و طالبان در دوحه جنگ در افغانستان را خاتمه نخواهد داد. هیچ خارجی از منافع ما در مذاکره با طالب نمایندگی کرده نمیتواند و هیچ خارجی توافق خدا بالای ما تحمیل کرده نمیتواند. ما منافع ما واضح است، آشکار است. آقای صالح با پشتیبانی از طرح رئیس جمهور غنی برای صلح میگوید که مردم افغانستان با طالبان مشکل بنیادی دارند. طالبان قاتل بزرگای افغانستان هستند. دکتر نجیب، احمد شاه مسعود، پروفسور ربانی، عبدالحق، عبدالقدیر، عبدالعلی مزاری، کاظمی و سایری. دلتا باید مجد دیسخه اجتناب وکرو چه چا شا وکره او که چا بد وکره. که چر تا داشتانی ویچه دا طالبانو بد تکراریجه او شای نبیانیجه. زفکر کوم چه دا داشت دی چه اور تا نور هم دا پوکی ورکول کیجه. اما برخی از متحدان خارجی افغانستان به شمول ناتو گفتگوهای آمریکا با طالبان در دوحه را راه برای پایان دادن به جنگ و نیز آغاز مذاکرات میان افغانها می داند. هیچ اولویت بزرگ برای ناتو جز حمایت از روند صلح وجود ندارد. گفتگوهای دوحه را جدا حمایت می کنیم، چون می دانیم که این گفتگوها راه برای ختم جنگ است. ناتو عجله می کند که ماموریت خود را در افغانستان خاتمه بدهد. دوحه یک روند منسجم است که ما بتوانیم در گام های بعدی آن را بر روند میان افغان ها تبدیل بسازیم. تمامی این دیدگاه ها در مراسم رونمایی یک نظرسنجی از سوی اینستیتوت جنگ و صلح بیان شد. تأکید بر پایان جنگ از راه سیاسی، بعد از گرفتن مالکیت روند صلح از سوی حکومت، برگزاری گفتگوهای صلح در داخل افغانستان، خروج مسئولانه نیروهای خارجی در صورت توافق صلح، شامل ساختن زنان در روند صلح، از مهمترین یافته های این نظرسنجی هستند. این یک نظرسنجی جامع است که نقش مردم به شکل بارز در آن انعکاس یافته است و مسیر صلح را روشن می سازد. مردم می خواهند در روند صلح نقش داشته باشند. صلح تنها یک تفاهم‌نامه نیست.
ما باید مطمئن شویم که دولت میتواند این روند را مدیریت میکند و دیدگاه های اقشار مختلف در آن نادیده گرفته نشده است. ما صلح و روایت صلح سازی را از فرستاده ویژه بکشیم. چند فرستاده ویژه نباید برای افغانستان تعیین تکلیف در قسمت صلح کنند. بله میتواند تحصیل کننده باشند. بله میتواند ما را حمایت کنند. ولی افغان هاست که بالاخره صلح باید بین خود کنند. این در حالی است که آمریکا و طالبان بر سر طرح کاهش خشونت ها پیش از امضای توافقنامه صلح ریزنی دارند. اما حکومت افغانستان گفته که کاهش خشونت ها عملی نیست و اگر طالبان تن به آتش بس ندهند گفتگوهای صلح بی نتیجه خواهد ماند. همزمان با این گفتگوهای طالبان و آمریکا در دوحه با اختلاف ها و چالش های تازه روبرو شده. منابعی در قطر میگویند آمریکا کاهش خشونت ها از سوی طالبان را برای کوتاه مدت نپذیرفته و تازه پیشنهاد کرده که این گروه برای دراز مدت از میزان خشونت ها و حملات بکاهند. به گفته این منابع طالبان از جریان گفتگوهای دوحه خوشنود نیستند و گفتگوها در چند روز گذشته هیچ پیشرفتی نداشته. به گفته منابع نزدیک به طالبان هم این گروه شرط تازه آمریکا برای امضای توافقنامه و خروج نظامیان آمریکایی را تاکنون نپذیرفتند. بایسیت. گفتگوهای دوحه گره تازه خورد. هرچند طالبان به کاهش خشونت ها برای 7 تا 10 روز پیش از امضای توافقنامه با آمریکا توافق کرده بودند، اما منابع از دوحه می گویند این تصمیم طالبان را آمریکا نپذیرفته و زلمه خلیلزاد عکس پیشنهاد گذشته واشنگتن دوباره از طالبان خواسته که روی کاهش خشونت ها برای دراز مدت توافق کنند، پیش شرط تازه که آمریکا امضای توافقنامه را وابسته به عملی شدن آن کرده است. خلیلزاد دی هغی غوختنی نه پشاشه بیدی هغی وایی چی طالبانو ممکن دی تشدد دی کموالی دی تعریف نه صحیح برداشت نوی کلی بل طرف تا طالبان دا فکر کوی چی امریکایانو خپل خبره چی کلی و هغه شرط طالبانو پرکلو. منابع نزدیک به طالبان تایید میکنند که گفتگوها بین آمریکا و طالبان در دوحه در چند روز پسین هیچ گونه پیشرفت نداشته و نمایندگان طالبان هم از جریان گفتگوها خوشنود نیستند. به گفته منابع اگر طالبان تن به کاهش درازمدت در خشونت ها ندهند آمریکا شرط تازه خواهد گذاشت، خروج نیروها پس از نتیجه مذاکرات میان افغان ها. یکم مشکل که پیدا شده به خاطر عزیز که آمریکایی‌ها می‌خواهند که یک کاهش خشونت به شکل جامعی این وقت اضافه‌تر باید برش داده شود. ولی من فکر نمی‌کنم که انشاءالله این بنبست کدام مشکل بزرگ را به بار بیاره. هرچند آمریکا و طالبان روی مراسم امضای توافقنامه هم رایزنی داشتند، اما گفته می‌شود که پیشنهاد تازه آمریکا جلو پیشرفت‌ها برای امضای توافقنامه را گرفته است. طالبان و د امریکایانو ترمنځ توافق په کاهش د خشونت کې راغلی دی، اما لیکن د افغانستان حکومت دا وایي چې آتش بس پوي، اما لیکن دوی ویلی سو چې د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د تجرید په حالت کې دی. رهبری طالبان پس از حدود 1 ماه رایزنی در اون گروهی روی کاهش خشونت ها برای کوتاه مدت توافق کرده بودند. اکنون که آمریکا شرط تازه ای را روی میز گذاشته دیده شود که گفتگوها باز هم به بنبست می کشد یا راهی را برای توافق در می آوند. کابل آلوده ترین پایتخت جهان است. در فصل زمستان آلودگی هوای این شهر نفس راحت را از مردم می گیرد. افزون بر موترهای کهنه، سوختاندن زغال سنگ، زباله و پلاستیک برای گرمایش به این مشکل در فصل زمستان می افزاید. شرکت مخابراتی افغان ویسیم 30,000 ماسک را برای باشندگان پایتخت به همین دلیل توزیع کرد. مسئول زون مرکزی شرکت افغان ویسیم میگوید تلاش دارند برای جلوگیری از تنفس هوای آلوده در تمامی شهرهای کشور ماسک توزیع کنند. سمی جهش. آلودگی هوا را کارمندان صحی کشنده‌تر از جنگ میدانند. وزارت صحت عامه گفته است که از اثر آلودگی هوا تا اکنون بیش از 8,000 تن به بیماری های گوناگون مبتلا شدند و 17 تن دیگر از اثر آلودگی هوا جانهایشان را از دست دادند. شرکت مخابراتی افغان بیسیم تلاش دارد تا از مبتلا شدن مردم به این بیماری ها جلوگیری کند.
ما از خاطر ماسک توزیع میکنیم که صحت و جان انسان ها را نجات میده از آلودگی هوا و صحتشون بهتر میباشه. یکی خود جلوگیری از هواست و دیگه به خاطر گرم ساختن صورتشون هم میتون از استفاده کنند. برخی از باشندگان پایتخت میگویند آلودگی هوای کابل بدتر از جنگ جان مردم را میگیرد. از امی آلودگی هوا مردم زیاد از بین رفتند. یک خیلی کاری خوب است که مردم از این ماکس استفاده کنند. دگی هوا خود زیاد است، هر روز می‌بینیم روز به روز خود چقدر مردم تلفات دارد، چقدر مردم بیادر زیاد میشه. حالا دگی هوا خراب است، روز به روز خراب شده رفته رایسته. مسئول زون مرکزی شرکت افغان بیسیم میگوید که 30,000 ماکس را برای مردم توزیع کردند. خواستیم تا بتانیم به توزیع ماسکا به هموطنان خود یک کمک کرده بتانیم تا از تنفس هوای آلوده جلوگیری کرده بتانند. و شما شاهد هستین که در این اواخر نظر به گزارشات در حدود 20 تن از هموطنان عزیز ما جانهای خود به خاطر هوای آلوده از دست دادن. برای جلوگیری از افزایش آلودگی هوا اخیرا شمار از عمام‌های شهر کابل، بلند منزل‌ها و کارخانه‌ها و شرکت‌هایی که از مواد سوختی بی‌کیفیت استفاده می‌کردند جریمه نقدی شدند. آمریکا یک بار دیگر بر نیاز کاهش خشونت‌ها از سوی طالبان تاکید کرده است. کاخ سفید می‌گوید دونالد ترامپ در دیدار با رئیس جمهور غنی از طالبان خواست که نحوه کاهش خشونت‌ها را مشخص سازد و این می‌تواند روند صلح را تسهیل ببخشد. همزمان با این ارگ می‌گوید رئیس جمهور غنی در دیدار با ترامپ بر گفته‌های نشست بگرام تاکید کرده و روی مسائل امنیت و صلح بحث داشته است. علی اصغری. عکس دیگر دیدارهای دونالد ترامپ با رهبران برخی از کشورهای جهان در داووس که کاخ سفید لحظه به لحظه از آن دیدارها ویدیو منتشر میکرد، از دیدارش با رئیس جمهور افغانستان تنها یک اعلامیه دادند و در آن هم گفته است که یک بار دیگر رئیس جمهور ترامپ بر کاهش خشونت ها از سوی طالبان تاکید کرده است. امروز دونالد ترامپ با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ملاقات نمود. ترامپ بر نیاز کاهش خشونت دوامدار و مشخص توسط طالبان که باعث تسهیل مذاکرات مفید صلح برای آینده افغانستان شود تاکید نمود. ارگ میگوید آنها در این دیدار بر گفته های بگرام تاکید داشتند. در بگرام دونالد ترامپ از کاهش نیروهایش از افغانستان حرف زده بود و رئیس جمهور غنی بر آتش بس از سوی طالبان پافشاری داشت. ټینګار پر دې باندې اوس هغه موضوعات چې د بګرام په ناسته کې ور باندې بحث وی وو، هغه د افغانستان د حکومت او د متحده ایالاتو د امنیت شورا د سلاحکار لخوا تعقیبیږي. اسلام آباد و واشنگتن این روزها به عنوان سهمداران اصلی صلح افغانستان در سوئیس جولان میدهند. شاید از این روز که پاکستان میگوید در مورد صلح افغانستان آمریکا را همکاری میکند. در عرصه صلح افغانستان پاکستان آمریکا را همکاری می‌کند تا طالبان را به میز مذاکره با دولت و مردم افغانستان بکشاند. این کوتاه‌ترین راه برای دستیابی به راه حل سیاسی در افغانستان است. همه می‌دانند طالبان امروز طالبان سال 2001 نیستند، پس باید با آنها از راه مذاکره کنار آمد. به نظر می‌رسد در یک بخش از روند صلح میان کابل و واشنگتن دیدگاه همسو وجود ندارد، زیرا امریکا کاهش و خشونت از طالبان می‌خواهد و ارک آتش بس سراسری در کشور. این مورد چقدر می‌تواند روند صلح را صدمه بزند؟ پدیر خرد مسائل باندې دغه موضوع چې یو حیاتی موضوع ده د افغانستان د خلکو او افغانستان ولسونه ډیر امیدونه لري و دې سولې پروسې ته دا په چالش باندې کش نکی. کاهش خشونت موردی که تا جای آمریکا و طالبان روی آن در دوحه بر توافق رسیدند و شمار از سیاسیون افغانستان و شمول ریاست اجرایی همین گزینه را پذیرفتند. اما ارگ از که آتش بس سراسری را خط سرخ عنوان کرده و طالبان هم تا کنون بر آن چراغ سبز نشان نداده است. فشرده چند رویداد از جهان. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا نصب سیستم دفاع ضد موشکی در پایگاه‌های این کشور در عراق را در دست بررسی دارد. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز با نقل از منابع پنتاگون گزارش داده که در پی حمله موشکی ایران به یک پاسگاه نظامی آمریکا در عراق تصمیم گرفته شده است که امکانات دفاعی پایگاه‌های آمریکایی در آن کشور تقویت شود.
این تصمیم پس از آن اتخاذ می شود که در روزهای اخیر گزارش های منتشر شده از اینکه چند تن از نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه های نظامی عین الاسد در غرب عراق در نتیجه موشک پرانی ایران آسیب دیدند. حدود 1000 نظامی آمریکایی در این پایگاه مستقر هستند. امانوئل مکرون مامور رئیس جمهور فرانسه در زمان حضورش در شهر قدیم بیت المقدس با یک مامور پلیس اسرائیل جر و بحث کرده است. رئیس جمهور فرانسه ماموران پلیس اسرائیل را به نقض و نادیده گرفتن قوانین و مقررات متهم کرده که آنان را از ورود به کلیسای سنان یا قدیس حنا در شهر قدیم بیت المقدس منع می کند. بر اساس این مقررات کلیسای یاد شده بخشی از قلمرو فرانسه به شمار می رود. این کلیسای مربوط به دوره صلیبیون را عبدالمجید یکم سلطان امپراتوری عثمانی با پاس قدردانی از حمایت فرانسه در جریان جنگ کریمه به ناپلیون سوم اهدا کرد. به این بخش هم خوش آمدید. بانک صلاحیت های سرپرست وزارت تجارت از سوی مجلس نمایندگان محدود شده، اما در برخی ریاست های مهم اقتصادی این وزارت تازه سرپرستان تعیین شده اند. شماری از اعضای مجلس نمایندگان این عملکرد احمدی را خلاف قانون می دانند. آنان خواهان پیگیری عدلی و قضایی سرپرست این وزارتند. صلاحیت های سرپرست وزارت صنعت و تجارت از سوی مجلس نمایندگان محدود شده است. سندهای تازه‌ای که به آریانا نیوز رسیده نشان می‌دهد که در شماری از ریاست‌های مهم این وزارت تعینات تازه صورت گرفته است. مهمترین تعینات تازه رئیسان ریاست خدمات تجارتی، ریاست پارک‌های صنعتی، ریاست پالیسی، ریاست صنایع ابتدایی، ریاست خدمات تجارت واحد، ریاست دفعنامه‌های تجارتی و ریاست انکشاف صادرات است. اعضای مجلس نمایندگان میگویند تمامی اجراءات سرپرست وزارت تجارت خلاف قانون سرپرستی است و باید مورد تعقیب نهادهای عدلی و قضایی قرار گیرد. تمام این اقدامات در یک زمان دیگر هم که شده به عنوان اقدامات غیرقانونی قابل تعقیب و بررسی قضایی و عدلی خواهد. قانون سرپرستی هم بهش اجازه نمیده. اون یک خلاف بالاتر و شدیدتر از این قضیه است که بالاتر از صلاحیت خود کار کرده. یعنی جهت‌ها و مشکلاتی در اونجا وجود داشته با وجود داره. دیدبان شفافیت از برخی برخوردهای سلیقه‌ای در وزارت صنعت و تجارت ابراز نگرانی می کند و به باور پژوهشگر این نهاد باید عمل کرده تمامی کارمندان دولتی قانونی باشد. اخیراً ما رفتارهای فراقانونی در زمینه برخورد با کارمندان حکومتی و ضعف پاسخگویی مقامات عالی حکومتی به پارلمان می‌بینیم و این باعث از این میشه که اعتبار نهادها و اعتبار دولت در کل صدمه بزنه. وزارت صنعت و تجارت تعینات اخیر در این وزارت را بر مبنای نیازمندی می‌داند. مسئولان این وزارت می‌گویند پست‌ها در اعلان است و برخورد جدی با برخی کارمندان از اثر تخطی‌های آنان است. سرپرست‌هایی که تعیین شده ای هم از سوی اصلاحات اداری مورد ارزیابی قرار گرفته و بعداً و مقام عالی ریاست جمهوری و بعد از منظوری مقام عالی ریاست جمهوری به حیث سرپرست گماشته شدند، اما همزمان به او بسشان هم به اعلان گذاشته میشه. شماره از آگاهان اقتصادی حالت کنونی در وزارت تجارت و صنعت را نگران کننده عنوان میکنند. آنان خواهان توجه جدی رئیس جمهور به این وزارت هم. به بخش ورزشی هم خوش آمدید. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان صعود خود به دور بعد رقابت‌های جام جهانی را قطعی ساخت. ملی پوشان کرکت زیر 19 سال کشور در دومین بازیشان در این رقابت‌ها با تفاوت 160 دوش امارات متحده عربی را شکست دادند و جواز حضور در مرحله 8 تیم برتر را به دست آوردند. نوجوانان کشور در بازی نخستشان توانسته بودند با تفاوت 7 وکت بر 19 ساله های آفریقای جنوبی میزبان رقابت ها غلبه کنند. ملی پوشان زیر 19 سال کرکت کشور فردا در سومین بازیشان در جام جهانی به مساف کانادا می روند.
یک مدال نقره و نیز یک برنز دیگر در روز پایانی رقابت‌های جهانی زورخانه‌ای و پهلوانی جهان برای افغانستان رقم خورد. افغانستان در مجموع با کسب 10 مدال، یک نقره و 9 برنز در جایگاه سوم این رقابت‌ها قرار گرفت. تنها مدال نقره این رقابت‌ها را برای افغانستان مشتاق حسین شریفی در وزن 60 کیلوگرم رقم زد. سومین دور مسابقات جهانی ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی با حضور 100 ورزشکار از 21 کشور و میزبانی ایران برگزار شده بود. آدم نجم بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان با قرارداد آزاد به تیم سواکی در لیگ دسته یک فوتبال پولند پیوست. تیم سواکی در نیم فصل اول رقابت‌های لیگ دسته یک پولند همکنون از انجام 20 بازی با 19 امتیاز در مکان 17 جدول قرار دارد. آدم نجم ستاره 25 ساله تیم ملی فوتبال کشور پیش از این در تیم منفیس و در لیگ دسته یک فوتبال آمریکا یا USL توپ میزد. گفتنی است که عمران حیدری دیگر بازیکن تیم ملی فوتبال افغانستان نیز در ترکیب تیم اولمپیا در لیگ دسته یک فوتبال پولند بازی می کند. ممنون از همراهیتان. تا درود دیگر بدرود.